آگهی مبارزه با کروبسی تاجیکستان روز 24 اکتبر سال 2022 خبر داد که کارمندان این نهاد تنها در سه باغچه کودکان شهر روغون و تنها از حساب فوند معاش تصرف بیش از 2 میلیون سومانی یا تقریبا 250 هزار دلار مبلغ های دولتی را آشکار کردند. مرکز مطبوعات آگهی در اطلاعیه کوتاه خبر داد که تصرف این مبلغ های هنگام تفتیش شعبه امانت بانک در شهر روغون آشکار کرده شد. در اساس نقشه تفتیش و سنجش های مولوی اگنتی برای سالهای 2021-2022 فیلیال امانت بانک در شهر روغون مورد سنجش مولوی قرار داده شد. ضمن سنجش های متقابله در مؤسسه های باغچه بچگانه رقم 1، رقم 20 و رقم 21 شهر روغون معین کرده شد که از حساب فوند مزد مهنت کارمندان زیاده از 2.5 میلیون سومانی تصرف کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه آگهی مبارزه با کروپسیا تفصیلات دیگری در این باره آورده نشده است. این هم گفته نشده است که آیا یگان کس برای تصرف این مبلغ های بزرگ بازداشت شده است یا نه. آگهی مبارزه با کروپسیا تنها خبر داده است که وابسته به حالت مذکور مواد های سنجشی مولوی برای قبول قرار قانون به ساختارهای دخلدار آگهی پیشنهاد گردیده مورد بررسی قرار دارد. وزارت موارد و علم تاجیکستان همیشه از جانب آگهی مبارزه با کروپسیا در ردیف سوایی از همه فسادزده جمهوری نام برده می شود. کارافتادگان می گویند بخصوص انگام مراجعت به مؤسسه های تعلیمی چون کودکستان و باغچه های کودکانه دچار اولت های فراوان کروپسیا